این شایعات و اتهامات رو قویا رد میکنم. اما تجاوز و تعرض جنسی من نیستم. موج اتهام آزار جنسی علیه چهره‌های سرشناس ایرانی، نوبت به محسن نامجو رسید. از مهمانان امشب 60 دقیقه می‌پرسیم قوانین در ایران در این باره چه می‌گویند و تأثیرهای اجتماعی چنین موج‌هایی چیست. همچنین در برنامه امشب ادامه عملیات جستجو 4 روز بعد از سیل در افغانستان. 175 نفر جان دادند و 2000 خانه ویران شده. آیا دولت برای مواجهه با چنین سانحه‌ای آماده بود؟ روز دوا درمونه، مگه هیچ ویروسی میتونه حریف سینه زن و شعر بار آخه صاحب. هشدار درباره احتمال افزایش شیوع کرونا همزمان با عزاداری‌ها در ایران. مسئولان بهداشتی نگران رعایت نشدن توصیه‌ها، عده‌ای ناراحت از آنکه محرم حال و هوای سابق را ندارد. وداع با پادشاه شهر خیالی واکاندا، چادویک بوزمن بازیگر فیلم سینمایی پلنگ سیاه درگذشت. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. در ادامه موج اتهام‌ها درباره تعرض جنسی که در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته، اخیراً نام چند هنرمند دیگر ایرانی هم مطرح شده. از جمله آنها اتهاماتی که در یک حساب کاربری با نامی مستعار علیه محسن نامجو، خواننده و آهنگساز مطرح شده. در این حساب کاربری گفته شده زمانی که زنی ایرانی در آمریکا در خانه دوستش بوده، مورد تعرض آقای نامجو قرار گرفته. در این حساب توییتری همچنین نوشته شده که این مورد به پلیس گزارش شده. محسن نامجو در بیانیه ویدیویی این اتهام را رد کرده و گفته هیچ مرجع قضایی این اتهامات را وارد ندانسته. اما مرز آزار جنسی، تعرض جنسی و تجاوز کجاست؟ اساساً چقدر امکان اثبات چنین اتهاماتی وجود دارد؟ خلأهای قانونی موجود چه تأثیری بر روایت زنان از این تعرضات می‌گذارد؟ بیشتر به این موضوعات می‌پردازیم. اول گزارشی ببینیم از پرهام قبادی. سلام. ببخشید. پایان سکوت درباره تجاوز و آزار جنسی در ایران. زنان در جنبشی در دنیای مجازی و واقعی با هم همصدا شدند. در روزهای اخیر اتهامات آزار جنسی علیه نام‌های آشنا مطرح شده. از جمله علیه محسن نامجو، خواننده سرشناس ایرانی که به آزار جنسی و اقدام به تجاوز متهم شده. آقای نامجو در بیانیه ویدیویی که منتشر کرده این اتهامات را رد می‌کند. اول از همه بگم که من این شایعات و اتهامات رو قویاً رد میکنم و اینم بگم که این اتهامات مربوط به ایام اخیر نیستن، بلکه چندین سال قبل وارد شده بودن، همون موقع هم رد کرده بودن. اما تجاوز و تعرض جنسی من نیستم. آقای نامجو اما ابراز نگرانی کرده که ادعاهای مطرح شده در شبکه‌های اجتماعی و در فضایی که به گفته او نه قاضی دارد و نه هیئت منصفه به اعتبار و آبروی او لطمه بزند. و اینم میدونم که همچین موضوعی رو به راحتی با یک بیانیه نمیشه پاکش کرد. فقط امیدوارم که گذر زمان رفتار من، آثار من، نوشته‌های من و اعمال من در برابر دیگران منو از این ماجراها مبرا کنه. به عنوان یک مرد ایرانی به خاطر تمام تبعیض‌ها و ظلمایی که به زنان هموطنم، به ویژه زنان هموطنم در طی تاریخ شده، به عنوان یک مرد عمیقاً عذر می‌خوام. امیدوارم از این فضای به وجود اومده در جهت آموزش همه ماها به خصوص ما مردا استفاده بشه تا کمتر و کمتر شاهد این موارد باشیم و من هر کمکی که لازم باشه حاضرم تو این زمینه بکنم تا دنیای بهتری داشته باشیم، تو دنیای بهتری کنار هم زندگی کنیم. کتاب 16 احتجاب اثر هوشنگ گلشیری که طرح روی جلدش از آیدین آغداشلوست. باربد گلشیری فرزند هوشنگ گلشیری اعلام کرده که چاپ جدید مشهورترین اثر پدرش بدون این طرح جلد منتشر می شود. او به بی بی سی فارسی گفته که دلیل این تصمیم اتهام های آزار جنسی است که اخیراً علیه آقای آغداشلو مطرح شده.
سارا امتعلی کارشناس آموزش که سالها در ایران خبرنگار بوده، آقای آقداشلو را به تعرض جنسی متهم کرده. خانم امتعلی میگوید 14 سال پیش وقتی به عنوان خبرنگار هنری به دفتر آقای آقداشلو مراجعه کرده، مورد تعرض قرار گرفته. آقای آقداشلو در بیانیه این اتهام را رد کرده و گفته حق اعتراض حقوقی را برای خود محفوظ می‌داند. در هفته‌های گذشته زنان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی از تجربیات آزار جنسی و تجاوز جنسی به خود گفتند. موج افشاگری زنان ایرانی علیه آزارهای جنسی اما از اینجا شروع شد. کیوان اماموردی، کسی که کاربران متعددی گفتند آنها را به خانه دعوت کرده، با مشروب بیهوش کرده و مورد تجاوز قرار داده. رئیس پلیس تهران 4 روز پیش خبر داد آقای اماموردی دستگیر شده. می‌دونی بیشتر این چیزا همیشه اینا ساکت موندم چون نمی‌خواستم پدرم بفهمه. 2 هفته پیش ساناز تاری، بازیگر زن ایرانی، در مصاحبه‌ای گفت وقتی 19 ساله بوده، موقع بستن قرارداد برای بازی در فیلمی، کارگردان می‌خواسته به او تجاوز کند و او فرار کرده. حالا بعد از سال‌ها سکوتش را شکسته. از همکارامون زنگ زدن گفتن که ساناز این خانومش حامل است. شرایط بدی داره، نکن این کارو، گناه زنش گناه داره. یعنی من همیشه قربانی بقیه شدم، به خاطر خانومش که حامله بود ساکت شدم، به خاطر پدرم که یه وقت ناراحت نشد حالش بد نشه ساکت شدم، ولی دیگه یه جایی رسیدم گفتم چرا باید انقدر ساکت باشم. بعد از این مصاحبه خانم تاری در صفحه اینستاگرامش تلویحا از پیگیری قانونی این کارگردان خبر داد و فردا باید بره شاید بازخواست بشه. اومدم از اتاق بیام بیرون، دیدم درو قفل کرده. اما ادعاهای مطرح شده تنها مربوط به چهره‌های هنری و یا روزهای اخیر نیست. حدود 3 هفته پیش در روز خبرنگار در ایران، زنان خبرنگار در ویدیویی از آزارهای جنسی که در کارشان می‌بینند پرده برداشتند. دختره دیوونه است. نه دیوونه نیست. دیوونه نیست. دلش نمیخواد، اون لمس رو دلش نمیخواد. هنوز که هنوز من بعضی وقتا خواب اون صحنه رو میبینم، خواب میبینم دوباره تو اون موقعیت قرار گرفتم. و این یکی از عجیب ترین مواجه های من توی راهروهای مجلس با یه نماینده بود. روایت هایی از آزار در تمام سطوح، از مدیران دولتی تا نمایندگان مجلس. یکی نماینده های مجلس یه بار مصاحبه رفتم، قرار بود باش صحبت بکنم، دیره شده بود، گفت بریم تو ماشین. تو ماشین همون جلو کیفمو گذاشتم روی پام و این آدم نصف مسیر دستش رو کیف من بود. روایت هایی که تنها عنوان کردنشان شجاعت بسیار میطلبد، به ویژه در کشوری که اثبات آزار جنسی بسیار دشوار است. مدیران با هم دیگه در ارتباطن، وقتی میری یه چیز رو تعریف میکنی به جای اینکه مشکل رو با اون حل کنن، تو رو به سکوت دعوتت میکنن. سکوتی که حالا شکسته شده. پرهام قبادی، بی بی سی. برای گفتگوی بیشتر در این باره، صدیقه وسمقی، استاد فقه و حقوق اسلامی از تهران با ماست و منیرو روانیپور، نویسنده از لاس وگاس کالیفرنیا، خوش آمدید به برنامه. خانم وسمقی، با شما شروع بکنیم. اساساً فقه و حقوق اسلامی چقدر توان تأمین امنیت زنان در مقابله با آزار جنسی رو داره؟ سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان محترم و بینندگان عزیز. ببینید، قوانین ما بر اساس فقه اسلامی نوشته شده و اگر مطالعه بکنیم انقدر کاستی داره این قوانین که من فکر میکنم هیچ قربانی آزار جنسی در دادگاه نتونه ادعای خودش رو اثبات بکنه و اشکالات اینها خب خیلی زیاده. به ادله شرعی برمیگرده، چون فقه اسلامی با ادله شرعی کار داره و مثلا اثبات آزار جنسی رو اومده به 4 بار اقرار متهم و یا آوردن 4 شاهد توسط شاکی و قربانی منوط کرده که این کار بسیار سختیه. یعنی یک قربانی آزار جنسی وقتی به دادگاه میره، حالا چه یک پسر بچه باشه چه یک زن باشه، وقتی به دادگاه میره بار سنگین، فشار سنگین در این مسئله بر دوش اون شاکی و قربانی هست، نه بر دوش متهم. خب به شاکی میگن تو باید برای اثبات ادعات بری 4 تا شاهد بیاری،
خب کدوم شخصی هست که در حضور 4 تا شاهد فردی رو مورد آزار جنسی یا تجاوز قرار بده؟ یا کدوم فردی هست که بیاد به جرم خودش 4 بار اعتراف بکنه؟ این یعنی اینکه اصلا شما نمیتونید این ادعا رو اثبات بکنید و شکایت رو پیش ببرید. من فکر میکنم اشکال اساسی به عدم تناسب جرم با ادله اثبات جرم برمیگرده و دلیلش هم این هستش که قانونگذاران ما هیچ فکر نکردن که تجاوز رو چگونه میشه اثبات کرد. این رو نمیشه مثل زنا یا لواط اثبات کرد که یک فرد ثالثی به عنوان شاهد مثلا میاد میخواد شهادت بده که فلان کس زنا کرده. اینجا قربانی خودش اومده شکایت میکنه، اینجا شاکی خصوصی داره و نحوه اثبات اون جرم کاملا باید متفاوت باشه با اون چیزی که در فقه اسلامی هست و از اونجا رونویسی شده در قوانین ما. آیین دادرسی در ارتباط با اثبات آزار جنسی بسیار بسیار ناکارآمد هست و احتمالات گوناگون برای چگونگی وقوع یک جرمی مثل آزار جنسی در اونجا در نظر گرفته نشده تا ادله اثبات اون هم متناسب با چگونگی وقوع این جرم باشه که شاکی بتونه در واقع ادعاشو اثبات بکنه و قاضی هم بتونه با تحقیقات کافی که قانون چگونگیشو تعیین میکنه بتونه به صحت و سقم این پی ببره. بسیار خانم مهربانی پور، شما دهه های متمادی درباره زنان و فشاری که فرهنگ مردسالار ایران بر اونها وارد کرده نوشتید و دغدغتون بوده. شنیدید خانم بسمقی اشاره کردن به خلأ های قانونی که در ایران وجود داره. با وجود این خلأ ها زنان چه کار میتونن بکنن وقتی که در معرض آزار جنسی قرار میگیرن؟ ببینید، هیچ دردی واقعا درمان نمیشه با پنهانکاری. تو اگر نشانه های سرطان رو میبینی حتما باید بگی و بری دکتر و پیگیری کنی تا متوقف کنی بیماری رو. این یک سعی برای تغییر تعریف ها کار من این بوده و الان آنچه که داره اتفاق میفته در واقع دارن دوستان ما دارن تعریف ها رو عوض میکنن. یه دوره سر گردنه میگرفتن، با شطور میرفتن، باجگیری بود. خب سر گردنه تبدیل شد به پل، سر پل یک صندوق میذارن و مالیات میدن. خیلی ابزار زندگی تغییر کرده. ما نمیتونیم با همون تفکر قدیم و ابزار جدید به زندگی ادامه بدیم. تعریف ها باید تغییر کنه. تعریف انسان، تعریف نجابت، تعریف حق و حقوق، تعریف آبرو، حیثیت، اینا باید تغییر کنه. ما نمیتونیم پنهان کنیم. این حرکتی که بچه ها دارن میکنن، دوستان من دارن میکنن، بسیار حرکت دقیق، درست، زیبا و شورانگیزیه، اما انتظار نداشته باشن یه شب درست بشه. برای که این واقعا تاریخ حیات هزار ساله، چندین هزار ساله داره تو ذهن بشر و تو ذهن ما عادت شده. اگر مورد توهین قرار گرفتن ناراحت نشن، افسرده نشن، بگن، داد بزنن. من تمام زندگیم سعی کردم واقعا بگم که حرف بزنین، بگین، خاطراتتون رو بگین. پنهان کردن خاطرات زیر فرش، گذاشتن هر چی آشغاله، هیچ خونه رو نه تمیز میکنه نه مرتب و نه آدم رو سالم نگه میداره. بنابراین چاره جز گفتن نداریم. اگر میخوایم تغییر بدیم باید حرف بزنیم. اگر میخوایم یه جامعه سالم داشته باشیم، جامعه روح روانش سالم باشه، باید حرف بزنیم. بسیاری خانم بسمقی،
به هر حال این حرکت شروع شده، حرف زدن شروع شده. شما سال 96 مطلب نوشتید درباره ضرورت بازنگری قوانین مربوط به آزار جنسی. میدونیم که بیش از 8 ساله که لایحه تامین امنیت زنان در ایران بلا تکلیف مونده. به هر حال یک مقاومتی بین در جامعه حکمرانان ایران که اغلب در اختیار مردان وجود داره وقتی به بحث آزار زنان میرسه. فکر میکنید که این حرکتی که شکل گرفته در فضای مجازی امکان شکستن این سد مقاوم رو در ایران داره؟ خب ببینید، این حرکت آغاز خوبیه. به هر حال ما هیچ مشکلی رو بدون مطرح کردن اون، بدون شناخت زوایای اون نمیتونیم حل بکنیم. و از سوی هم همواره شاهد این بودیم که بافت، تار و پود و ساختار جمهوری اسلامی به گونه ایست که وقتی که یک معضلات و مشکلات و ناهنجاری هایی میخواد رو بشه، خب تلاش میشه اونها پوشیده بشه. مثلا درباره اختلاس، سایر مفاسد همینطور، چون تصور میشه که نظام از اینها لطمه میبینه، اما به اینکه مردم دارن لطمه میبینن به این توجه نمیشه. و هیچ نظامی با پنهان کردن ناهنجاری ها و نابسامانی ها تطهیر نمیشه، بلکه بالعکس، هم عملا هم به لحاظ منطقی ما برای پاک کردن ساختارها، برای پاک کردن جامعهمون از نابسامانی ها باید اونها رو مطرح کنیم، باید اونها رو جدی بگیریم، ریشه یابی بکنیم و راه حل برای برطرف کردن اونها داشته باشیم. من به هر حال فکر میکنم که این آغاز خوبیه، اما راه آسانی نیست. قوانین باید اصلاح بشه. ما برای آزار جنسی هیچ قانونی نداریم. به هر حال اون چه که عرض کردم، زیر مجموعه زنا و لواط آوردن آزار جنسی و تلاش کردن برای اثبات آزار جنسی با همون شیوه، اصلا یکی از مشکلات دیدگاهی است. ابتدا یعنی دیدگاه صحیحی نسبت به آزار جنسی وجود نداره. خب در اون رابطه هم بدیهی است که قوانین، اصلا ما قانون نداریم و این مسئله باید مورد توجه قرار بگیره. چگونگی وضع قانون هم در این مسائل بسیار مهمه. ببینید، تامین امنیت زنان بدون مداخله خود زنان در این مسئله امکان پذیر نیست. مسئله اینه که در کشور ما زنان اصلاً در حوزه‌های تصمیم گیری، تصمیم سازی حضور ندارن. در قوه قانونگذاریمون تعداد زنان بسیار اندکه. مردان با نگاه خودشون و از زاویه نگاه خودشون نمیتونن نه امنیت رو برای زنان تأمین بکنن و نه قوانین مناسبی برای زنان وضع بکنن. بنابراین خود زنان هستن که باید تلاش بکنن. این هم حرکت بسیار خوبی است که باید زنان خودشون پیش قدم بشن، چگونگی اصلاح قوانین رو خواستار بشن، ضعف قوانین رو مطرح بکنن و ببینیم به کجا خواهیم رسید. خانم روانی پور، در چند روز گذشته بسیاری از اهل فکر ایرانی به این اشاره کردن که علاوه بر خلأ قانونی، خلأ فرهنگی و حتی ادبیاتی وجود داره. فرضاً در ادبیات فارسی خیلی ها تفاوت عمده بین تجاوز و تعرض و آزار جنسی و آزار کلامی جنسی قائل نیستند. بسیاری از اتهاماتی که الان در فضای مجازی مطرح میشه با عنوان تجاوز، این خلأ فرهنگی و ادبی چقدر تأثیر میذاره در این ضعف؟ ببینید، این برمیگرده به سانسور هولناک و شدیدی که سالیان سال در ادبیات میشه. وقتی مانع گفتن یک داستان بشی، یک خاطره بشی، کلمات هیچ حرکتی نمی کنن، به دبستان فکری اتفاق نمی افته و سطح هوش و درایت آدم ها در همون سطحی که هست می مونه. همه درا رو بستن، هیچ داستانی بدون سانسور، هیچ فیلمی بدون سانسور، اجازه نمایش نداره، اجازه چاپ نداره. تنها صحنه هایی که آدمی میتونه ببینه صحنه های خشونته. کسی نیست که
اجازه بده دو نفر دست همدیگر رو بگیرن، همدیگر رو در آغوش بگیرن مهربانانه و اظهار لطف و عشق بکنن. این قدغنه. بنابراین چطوری میخوایم ما تفکیک کنیم؟ چطوری میخوایم این درایت رو داشته باشیم که تعریف به دست بیاریم؟ این با خودمونه. یعنی این حرکتی که شروع شده خودش باید تعریف های جدید به وجود بیاره و تعریف های جدید بکنه و لاشه تعریف های مرده رو بفرستیم تو قبرستون تاریخ. سانسور فقط این است که کتاب تو سانسور میشه، داستان ها و زندگیت و هستیت سانسور میشه و شور و شوقت سانسور میشه و تعریف ها و واژه ها و کلمات سانسور میشن، فرهنگ تو، فرهنگ زندگی سانسور میشه. شما دائم داری مردم رو وادار میکنی به نقش بازی کردن. من نویسنده هستم، من هر چی شما اجازه بدی حذف میکنم. من فیلم نامه نویسم ولی به دستور شما حذف میکنم. بابا تو فیلم نامه نویس نیستی، تو نویسنده نیستی و یکی دیگه بیاد کارتو حذف کنه. تو نقش داری بازی میکنی. تو زن خوشبختی نیستی، تو انسان خوشبختی نیستی وقتی که ریپ شدی، وقتی که به روح و روان تجاوز شده، وقتی کتک میخوری، وقتی تو سری میخوری. این از صحنه آمدن پایین و نقش حقیقی و به عنوان انسان بازی کردن، مواجه شدن با حق و حقوق انسانی. تقلای ما اینه. من به شما بگم واقعیتش اینه که این خیلی قدیمیه. شما نگاه کن، مریم مجدلیه اولین انجیل رو می نویسه، بعد توسط حواریون دیگه به عنوان فاحشه انگ می خوره و میره الان تو کتابای انجیل به عنوان یه فاحشه مطرح که حالا به عیسی مسیح گرویده. بابا زنا همیشه حذف شدن. شما نگاه کنید یه نمونه دیگه، من به شما تو مذهب خودمون، بدون سرمایه، همت و تلاش زنی عرب به نام خدیجه، جنبش اسلامی به کجا میرسید؟ چی ازش میدونیم ما از زینب چی میدونیم؟ وقتی موقعی برادرش میشه میره داد میزنه اونو میدونیم. از فاطمه چه میدونیم که دختر خدیجه بوده و باید یه ویژگی هایی میداشته؟ ما از اینا هیچی حذف شدن، میخوان ما رو حذف کنن و کردن. حالا ما داریم تقلا میکنیم تاریخ رو از نو بسازیم، درست کنیم. خیلی قبل از ما شروع کردن، خب حالا ما دیرتر. ولی خیلی خیلی سخته من به شما بگم بدون که در داخل حمایت بشه، بدون که قانون بره و وضع بشه به عنوان قانون، ما همین جوری کشته خواهیم داد. و این واقعیتش اینه که این یه میدان جنگ عادی نیست. آدم ها رو عادت دادن به این که از ترس رسوایی و بی‌آبرویی حرف نزنن و تظاهر کنن که همه چی خوبه. هیچ چیزی خوب نیست. همه چی از درون پوسیده است، از درون پوسیده است. باید داد بزنیم. من سالهاست دارم میگم باید داد بزنیم و داد میزنم. متشکرم از شما مانیرو روانیپور، نویسنده و صدیقه وسمقی، استاد فقه و حقوق اسلامی. 4 روز پس از جاری شدن سیل ویرانگر در چند ولایت افغانستان، عملیات جستجو برای یافتن اجساد بیشتر از زیر آوار و گل و لای همچنان ادامه دارد. دولت میگوید تیم‌های نجات 5 جسد را صبح امروز پیدا کردند. تا کنون مرگ دست کم 175 نفر تایید شده. بیشترین تلفات در ولایت پروان بوده، جایی که حالا ساکنان آن خواستار کمک شدند. جزئیات بیشتر در گزارش ارشاد هنریار. دستگیری دولت از خانواده‌های قربانیان سیلاب در پروان. 50,000 افغانی برای هر قربانی. در کنار تلفات انسانی، خسارات مالی هم هر روز بیشتر گزارش می‌شود. 540 باب منزل تخریب کلی، 2153 باب منزل تخریب قسمی و وسط‌ها کانال آبیاری، تأسیسات عامل منفع و هزاران هکتار زمین‌های زراعتی متاسفانه و زیان‌های بزرگ مالی برای مردم ما وارد شده. چاریکار، مرکز ولایت پروان، 4 روز پس از واقعه.
شهر پر جنب و جوشه که حالا به ویرانه بدل شده. دولت با انتقادهای شدید روبروست. منتقدان کمک‌های دولت را نوشداروی بعد از مرگ سهراب می دانند. از طرف دولت بر اینا جای سرپناه در نظر گرفتن نشده و ما مصروف عملیات بیرون کردن شهدا بودیم که شهروندان عزیز پروان و کسانی که در این حادثه با ما همشریکی کردند اونا در جریان هستند و جلسه مشترکی را که دولت در این مورد و رهبری اداره محلی داشته باشه تا ما پلان از اینا را در رابطه با خانواده هایی که تمام دار و ندارشان جمع اعضای خانواده شان عدس دارن چی پلان دارن تا این دمه ما معلومات کافی نداریم. شماره از نهادها و افراد هم به کمک مردم شتافتند. کمک هایی که چیز از نیاز آسیب دیدگان کم نکرده و همچنان تشنه کمک هستند. ارشاد هنریار، بی بی سی، کابل. مطیع الله صافی، معاون وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث از کابل، با ماست. آقای صافی خوش آمدید به برنامه. چرا انقدر کمک رسانی کند بوده؟ سلام به شما. شما در جریان قرار دارین که اخیرا بیشتر از حدود 14 ولایت شما بحثت سیناهای کنش تلفات آقای صافی متاسفانه صداتون رو ما درست نمیشنویم. همکاران هم تلاش خواهند کرد که دوباره با شما تماس بگیرند. امیدوارم که بتونیم در ادامه برنامه با شما گفتگو بکنیم. عذرخواهی میکنم. مراسم محرم امسال تحت تاثیر دستورالعمل‌های ستاد ملی مبارزه با کرونا متفاوت از سال‌های گذشته برگزار می‌شود. برگزاری دسته‌های عزاداری و پخش غذاهای نذری با محدودیت‌های سختگیرانه‌ای همراه است. با این حال گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که در بعضی از هیئت‌ها پروتکل‌های بهداشتی رعایت نمی‌شود. همزمان گروهی از کاربران شبکه‌های اجتماعی وقایع کربلا را با اتفاق‌های سیاسی سال‌های اخیر و برخورد حکومت با معترضان مقایسه کردند. جزئیات بیشتر در گزارش فرنوش امیرشاهی. محرم متفاوت بدون سر و صداهای همیشگی، دسته های کم تعدادتر، سینه زنانی ماسک بر صورت و روزخانی هایی با محدودیت زمانی. محرم امسال قرار است به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا با پروتکل های ویژه‌ای برگزار شود. دستورالعمل هایی که ستاد ملی کرونا صادر کرد و مخالفت بسیاری از مداحان نزدیک به حکومت را به دنبال داشت. گروهی هم مقابل شهرداری تجمع کردند که تهران بوی محرم نمی دهد. در میان نگرانی های کرونا، حسن روحانی از سرسخت‌ترین مدافعان برگزاری مراسم محرم به هر قیمتی بود. مراسم رو باید برقرار بکنیم، نذورات باید انجام بگیریم، تا حالا اون وقت می شد سفره بندازن غذا بخورن، ما حالا میگیم نه این و صلوات و سلام. اما تاکید آیت الله خامنه ای بر این که باید در عزاداری های این ماه توصیه های ستاد ملی مبارزه با کرونا رعایت شود، صدای بخشی از معترضان را خاموش کرد. رهبر جمهوری اسلامی برای آنکه نشان دهد به تصمیمات این ستاد مقید است، مراسمی متفاوت با محرم های سال های قبل برگزار کرد. انتشار تصاویری از او با فاصله زیاد از یک روزخان در حسینیه خالی واکنش های زیادی در شبکه های اجتماعی به همراه داشت. بعضی انتقاد کردند که او ماهاست در قرنطینه به سر می برد، ولی برای بقیه مردم چنین امکانی فراهم نیست. گروهی از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم وقایع روزهای تاسوعا و عاشورا را با اعتراض آبان 98، ساقط شدن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه، فقر و مشکلات کم آبی در بعضی استان‌های ایران مقایسه کردند.
از جمله در جواب این پست توییتری وزیر ارتباطات در یادآوری داغ فرزند نوشتند که در یک سال گذشته خیلی ها جوان از دست دادند. محدودیت های برگزاری عزاداری های محرم شیوه های جدیدی را برای برگزاری این مراسم ابدا کرده، از جمله برگزاری مراسم روزه و مداحی خیابانی و یا سامانه مداحی آنلاین. این هم مداحی تلفنی برای کادر درمانی بیمارستان ها. با وجود همه تدابیر در نظر گرفته شده برای برگزاری مراسمی که عامل شیوع کرونا نشود، در بسیاری از مناطق این پروتکل ها شکسته شده. در هیئت‌های مذهبی، مداحان نزدیک به حکومت هر شب برنامه دارند و این بار در کنار مداحی‌های علیه عملکرد دولت، اصولگرایان معروف به عدالت‌خواه را هم نقد می‌کنند که مطالبهشان اجرای عدالت و برخورد با مفاسد مقامات است. وحید اشتری از چهره‌های اصولگرا در توییترش از این مداحان گلایه کرده و از آنها خواسته به جای انتقاد از آنها به مشکلان کارگران هفت تپه و مسائل روستای ابوالفضل بپردازند که اخیراً بنیاد مستضعفان دست روی آن گذاشته است. مجلس روز دوا درمونه، مگه هیچ ویروسی میتونه حریف سین زنان شهر با. جلوگیری از عزاداری هایی که ذات آن با تجمع و ازدحام عجینه است کار راحتی نیست. حالا بسیاری از کارشناسان بهداشتی نگران شیوع موج دوباره کرونا بعد از محرم و سفرهای پرتداد تعطیلات این دور هستند. فرنوش امیرشاهی، بی بی سی. تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی از پاریس با ماست. آقای رحمانی، در شرایطی که مراسم حج با تعداد بسیار محدود برگزار میشه، در شرایطی که نماز جمعه لغو میشه، علت پافشاری حکومت بر برگزاری مراسم محرم چیه؟ ببین، فقط پافشاری حکومت نیست، شیعه با عاشورا شناخته میشه، اهل سنت با نماز جمعه، این به عرشه جا افتاده. یعنی حتی اگه حکومت هم نخواد در این مورد باید به سلام معروف یه مقدار همراهی کنه، منتها حکومت بر عاشورای برنامه های دیگه سوال میکنه که با برخی از مردم متفاوته، ولی واقعا شیعه ایرانی با عاشورا شناخته میشه. خب علت پافشاری شیعه ایرانی چیه در شرایطی که میدونیم این همه پروتکل های بهداشتی وجود داره؟ شیعه ایرانی چرا انقدر اصرار داره این مراسم رو برگزار کنه؟ ببینید، این یه مقدار مشکل جهانی است. الان مثلا پلاژای لبه دریای فرانسه مشکل درست کرده، مکرون میگه امکان داره برگردن، مردم اینجوری ویژگی های دارن، این کرونا قابل تحمل نیست. خب البته ناتوانی دولت هم سر جای خودش، یه باوری در بخشی از اون مردمی که هنوز شیعه هستن و باور دارن و سعی میکنن این انجام بدن، اگر انجام ندن احساس میکنن که یه کمبودی دارن. این در تمام کشورها در مناسکاشون هست، حالا اینکه مناسکش لب دریا رفتن در تعطیلات، یکیش به اصطلاح مراسم، اینا مناسکی است که روح جمعی و جامعه گرد خودش میاره، حالا چه غلط چه درست. به خاطر حکومت هم خب سعی میکنه منافع خودشو از این قضیه ببره، ولی واقعیت این است این یک شاخصه شناخت شیعه ایرانی. آقای رحمانی، در گزارش هم داشتیم، به نظر میاد که مشخصا امسال بسیاری از مخالفان حکومت از واقعه عاشورا دارن استفاده میکنن برای نقد عملکرد حکومت، خصوصا درباره حوادث سالی که گذشت و کشتارهایی که اتفاق افتاد در اعتراضات آبان و هواپیمای اوکراینی. این اسطوره ها چه پیش از انقلاب چه در جریان انقلاب برای حاکمیت استفاده سیاسی داشته، آیا داره تغییر میکنه استفاده از این اسطوره ها بین حکومت و مردم؟ ببینید، چیزی بگم، ما یه شیعه داریم، شیعه صفاحت، همین شیعه ایرانی که میبینید، این شیعه میگه امام ها به امام حسین نزدیک نمیشیم، ما اومدیم این گفتمان عوض کردیم، یعنی بزرگان ما، خب گفتن شیعه اعتراض، یعنی شیعه شهادت. خب بعد از حکومت شیعه تبدیل شد به شیعه حکومت. من به خاطر این متهم به ارتدادم شدم، البته تو کیفرخواست و زندان گرفتم به خاطر این باوری که دارم. شما در حکومت نمیدونی عاشورایی باشید، در حکومت بس مثل کوفه باشید. علی مدعی بود که در کوفه که من الان حاکم هستم سه چیز هست، کسی امنیت داریم، سرپناه داریم و کسی گرسنه نیست. خب با این ملاک تو ذهن اون شیعه ایرانی، این حکومت نمیتواند حکومت
به اصطلاح علی باشه. ببینید شما در عاشورا اگر بخواید طرفدار میکنید، ما حرف حسین شریعت‌مدانی میشه، میگه این بار در عاشورا این حسین است که یزید میکشد. این غیر ممکن است. اون موقع میشه ادامه 67 رفتار معاویه و حجاج در حکومت. شما اگر عاشورایی فکر کنی، اگر در قدرت برسی، باید اگه اعتقاد شیعه داری و مثل علی عمل کنی. مثل علی عمل کردن ساختار حکومت نبود. و اونایی که اعتقاد دینی هنوز دارن، این حکومت رفتارش با علی میسنجن. خب اینجاست که مشکل حکومت رخ داده و مشکل نااندیشی. نااندیشی بعد از شیعه اعتراض، نااندیشی دینی نتوانست تلفیقی از اون حکومت علی در آن مدل بیاره و حکومت سوار شده. این خاطر شما نمیدونید یک قاسم سلیمانی ابوالفضل علمدار است. شاید او یک سردار شجاع قزلباش صفوی میشه مقایسش کرد، ولی نمیشه با ابوالفضل علمدار مقایسش کرد. ابوالفضل علمدار در موقعیت عاشورایی طرف مظلوم قضیه است. ابوالفضل علمدار نمیتواند در حکومت مثل معاویه و مثل حجاج یوسف ثقفی که مخالفینشان قبل از بروز میکشتن رفتار کند. علی به خوارج میگه اگر جنگیدن با اونا بجنگید، بعد از منم با اونها نجنگید، و در این حال اموالشان را مصادره نمی کند. علی به مخالفین خودش هیچ وقت نگفت اینا کافرند، و برادرانی بودند با ما جنگیدن. این آقایان حتی قبل سال 58 به مخالفین خودشان اتهام منافق زدن، اتهام گوناگون زدن و اونا را دینم خارج دانستند. ببینید اینجاست که اون استراتژی عاشورایی در حکومت میشه فاجعه و دیکتاتوری. اون که در ذهنش از عاشورا هست، آدم سنتی، میگه عاشورا امام حسین عاشورای شهادت است، ما گریه میکنیم که بهش برویم به خاطر اینکه امت حسینی. خب ولی در حکومت شما ادعای عاشورایی کنی، باید عین علی حکومت کنی، نه عین معاویه، نه عین معمون، نه عین حجاج یوسف ثقفی. به نظر من این تو ذهن جامعه همچنان در خلجان هست. هر چقدر حکومت بخواد از این استفاده بکنه، مثل دوره صفویه، باز هم ملاک‌هایی در جامعه وجود دارد. گفتم آیا در ایران امروز امنیت، سرپناه و آدم گرسنه وجود نداره با این شرایط اقتصادی؟ وظیفه حکومت رفتار به اصطلاح مانند علی در کوفه است، نه که در موقع عاشورای استراتژی عاشورای بگید من جهان میخوام نجات بدم، گرسنگی بکشید و ما این بار حسین میآید یزید میکشد. اینجا عاشورا نیستش که. متشکرم از شما. تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی. ما برگردیم به خبر سیل در افغانستان که جان دست کم 175 نفر را گرفته. متولاه صافی، معاون وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث از کابل، به ما پیوسته. آقای صافی، نماینده پروان در مجلس گفته که هیچ کمک آنچنانی دولت نرسونده به منطقه، علت چیه؟ سلام بر شما، تمام بینندگان محترم تلویزیون شما. همانندی که شما در جریان قرار دارین، از چند روزی بدین سو ما شاهد سیلاب‌های مدهش در 14 ولایت کشور بودیم که ابعاد و اون که از این حادثه متاسفانه که در ولایت پروان وسیع بوده و عمیق بوده. در اولین فرصتی که حادثه به تاریخ 5 ماه روان واقع شد، شخص وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث، اونا در محل حضور یافتند. در اداره محلی یا مقام ولایت جلسه استقرار تحت رهبری وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث به اشتراک وزیر دفاع ملی کشور، وزیر صحت عامه، وزرای سکتوری و مسئولین ادارات محلی، شخص والی ولایت پروان در اوجه تدویر یافت که تی از اون جلسه اقدامات عاجل و آنی پیرامون مدیریت و رسیدگی به این حادثه صورت گرفت. بسیار عالی. ولی چرا کمک ها اینقدر کند بوده؟ کمک ها هم متداول آغاز شد، هم با اینکه جلسه استقرار در روز تدویر یافت. در نخستین فرصت برای 5000 خانواده مواد غذایی، برای حدود 500 خانواده مواد غیر غذایی و همچنان حدود 25 میلیون افغانی با عنوان وجه احتیاط به اختیار کمیته ولایتی مبارزه با حوادث ولایت پروان در روز نخست به اختیار از اونا به قرار داده شد و همچنان
برای حدود بیشتر از 5000 تن از متضررین طی روزهای متداوم از طرف وزارت محترم دفاع ملی غذا و نان گرم بعد از اونا فراهم شد و همچنان سرپناه و کمپای موقت در اونجا ایجاد شدن. یعنی میفرمایید که الان بیجا شدگان الان در کمپ موقتن، یعنی کمپ ها آماده است؟ چون گزارش هایی که ما دریافت کردیم بسیارشون مجبور شدن که با اعضای خانوادهشون زندگی بکنن و سرپناهی براشون تامین نکرده دولت. چون اولویت اول برای دولت نجات کسانی که در زیر انبارهای خاک گیر ماندن و همچنان کشیدن ارسادی است که در اوجا گیر ماندن، عملیات جستجو و نجات اولویت اول است. در ضمن بر از اونا جاها در جایی که تأسیسات حکومتی مثل ریاست معارف پروان و جاهای دیگه است شرایط برشان فراهم شده، اما از این که مردم خودشان تعداد کثیرشان خواستند که در خانه ها همراه خویشاوندها و دوستایشان باشند مراجعه نکردن، اما در صورتی که اونا مراجعه بکنن برایشان فراهم شده. همزمان با عملیات جستجو و نجات ارزیابی خسارات جریان داره. امروز عملا در ولایت پروان برای حدود بیشتر از 1000 فامیل مواد غذایی و غیر غذایی توزیع شد که حدود بیشتر از 500 فامیل در مرکز پروان شهر چارکار و بیشتر از 500 فامیل در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان کمک ها را دریافت کردن. همچنان موساد، نهادهای خیریه و مردم به کمک مردم در ولایت های مختلف خاصتا به ولایت پروان شتافتن و همین اکنون هم رهبری دولت در تلاش ازی است که برای جلب و جذب کمک های بیشتر و منابع بیشتر برای فرهمسازی احیای مجدد و بازسازی خدمات که وارد شده به مردم اقدامات لازم صورت. آقای صافی، چقدر دولت آمادگی چنین حادثه‌ای رو داشت؟ چقدر میتونین شما به مردم اطمینان بدید که اگر تکرار بشه چنین حادثه‌ای شاهد این تعداد مرگ و میر نباشیم؟ متاسفانه که وقوع چنین حوادث علل و عوامل مختلفی داره که از جمله میشه که رشد شهرها به شکل بی‌رویه در ساحاتی که آسیب پذیر است از لحاظ حوادث و همچنان قطع جنگلات، عدم رعایت اصول محیط زیستی در ساحه، فقر، جنگ، تمرکز بیشتر مردم در ساحاتی که از لحاظ آسیب پذیری حوادث خطرات خود دارند، این عوامل سبب از این میشه که مردم متضرر شوند بیشتر. که در این راستا اداره ملی مبارزه با حوادث اطلس خطرات افغانستان در سال جاری اینا رونمایی کردند، در اختیار تمام کمیته های اضطرار ولایتی قرار دادند، اما از یک جهت متاسفانه که آگاهی دهی و هشداری های قبلی از طرف مردم بسیار جدی گرفته نمیشه و از جهت دیگه هم امکانات و وسایل. اما به هر صورتش ما امیدوار هستیم که شاهد چنین حوادث کلان نباشیم. در صورتی که ما مواجه با چنین حوادث میشیم در تمام ولایات، در ریاست های ولایتی ما وجوه نقدی مواد و تمام امکانات برای مدیریت ازی فراهم شده. متشکر از شما مطیع الله صافی، معاون وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث با ما. چادویک بوزمن، هنرپیشه آمریکایی که به خاطر بازی در فیلم پلنگ سیاه شهرت داشت، در 43 سالگی بر اثر ابتلا به سرطان درگذشت. آقای بوزمن از 4 سال پیش به سرطان روده بزرگ مبتلا بود، اما درباره آن چیزی نگفته بود. خانواده او در بیانیه‌ای گفتند او در فیلم‌هایی مانند پنج همخون و مارشال در حال ایفای نقش کرده که تحت شیمی درمانی و عمل‌های جراحی متعدد بوده. اغلب سازندگان و هنرپیشه‌های فیلم پلنگ سیاه که آقای بوزمن نقش اول آن را بازی می‌کرد، سیاه‌پوست بودند. کاوه مشکات گزارش می‌دهد. خیلی ها او را با پلنگ سیاه می شناسند.
فیلمی ابرقهرمانی که شرکت مارول آن را ساخت و هم خودش و هم قهرمانانش صد شکم بودند. چدویک بوزمن در این فیلم نقش پادشاه واکاندا را بازی کرد. شهر خیالی در قاره آفریقا. پلنگ سیاه که بیشتر بازیگرانش سیاه پوست بودند، منبع الهام بسیاری از جوانان سیاه پوست در نقاط مختلف جهان شد. فکر نمی کنم این فیلم از نظر فرهنگی به اندازه ریاست جمهوری باراک اوباما مهم باشه، ولی فکر می کنم تأثیر مشابه داشته باشه، چون الان خیلی از بچه ها فکر می کنن که این اتفاقی عادیه. این فیلم در گیشه هم موفق بود و 1,300,000,000 دلار فروخت. این هم واکنش گروهی از دانش آموزان وقتی خبردار می شوند که قرار است به تماشای این فیلم بروند. مرگ چدویک بوزمن برای بسیاری یک شوک بود. او 4 سال پیش به سرطان روده بزرگ مبتلا شده بود، ولی کمتر کسی درباره آن چیزی می دانست. بازیگری که در این مدت هم پرکار بود. خیلی ها الان در شوک هستن، چون اونها نمیدونستن که چدویک بوزمن سرطان روده بزرگ داشت. سرطان اون در سال 2016 تشخیص داده شد و 4 سال بعد بر اثر گسترش سریع سرطان از دنیا رفت. ولی چیزی که خیلی ها نمیدونن اینه که تو این مدت او 5 فیلم بازی کرد، از جمله پلنگ سیاه، فیلمی که برای اون بسیار تحسین شد. حتی در ابتدای ماه او با توییتی از نامزدی کامالا هریس برای معاونت جو بایدن حمایت کرده بود و به هالیوود هشدار داده بود که باید جنبش جان سیاه‌پوستان ارزشمند است را جدی بگیرد. اون با وجود اینکه میدونست روزهای آخر عمرش را سپری میکنه فعال بود. این بازیگر با بازی در فیلم‌هایی که بر اساس زندگی چهره‌های معروف ورزشی و هنری سیاه‌پوست بود به شهرت رسید. بازی در نقش جیمز براون، خواننده مشهور، و جکی رابینسون، بیسبال باز پیشرو. مرگ ناگهانی چدویک بوزمن برای بازیگران و حتی چهره‌های سیاسی هم یک شوک بود. بازیگری که در روز تولد خالق کمیک پلنگ سیاه از دنیا رفت. کاوه مشکات، بی بی سی. جمشید اکرمی، استاد رشته سینما در دانشگاه ویلیام پترسون در نیوجرسی از شهر کلیف ساید پارک با ماست. آقای اکرمی، خوش آمدید به برنامه. در بسیاری از مقالاتی که درباره آقای بوزمن نوشته شده بود، مهمترین و تاثیرگذارترین اثر رو اثر پلنگ سیاه نام بهش اشاره میکنن. علت اهمیت این فیلم چیه؟ خب شاید مهمترین چیزی که وچه تشخص این فیلم بود در واقع این بود که یک گروه کاملا رنگین پوست، سیاه پوستای بازیگر و نه فقط بازیگر بلکه اون اکیپ پشت دوربین هم همه هم رنگ بودن، و این فیلم در شرایطی ساخته شد و به یه موفقیت خیلی خیره کننده جهانی رسید که یک تصور موهومی تا اون موقع در هالیوود وجود داشت که فیلم‌ها، به خصوص فیلم‌های بزرگ و پرخرجی که بازیگر سفید پوست نداشته باشن، در گیشه جواب نمیدن، و این فیلم در واقع اون تصور رو باطل کرد. غیر از این، همونطوری هم که اشاره شد در کلیپی که الان شما نشون دادی که من فقط شنیدم، البته میتونست این یه مقدار از آرمان‌های جامعه سیاه‌پوست آمریکا را منعکس بکنه که کرده بود در قالب یه جامعه‌ای به اسم یک کشور فرضی به اسم واکاندا، که نشون میداد که چطور جامعه سیاه‌پوست میتونه یه کشور خیلی پیشرفته ایجاد بکنه اگر مزاحمتایی از بیرون و جامعه دیگه متوجهشون نباشه. و این تصور مدینه فاضله‌ای نشون میداد، یه جامعه آرمانی که خب فکر کنم هر سیاه پوست امریکایی لااقل اگر حالا تعمیمش هم ندیم به تمام سیاه پوست های دنیا، دلشون میخواست که همچین فیلمی رو ببینن حتی اگه جنبه فانتزی داشت. فکر میکنید که آیا اون فیلم یک اتفاق منحصر به فرد بود یا اینکه شروع یک تغییراتی در فیلمسازی در آمریکا محسوب میشه؟ مطمئنا یه شروع بود.
حتی میشه تا اندازه گفت یه ادامه بود، برای اینکه به هر حال یه فرصت هایی بود برای هنرمندان سیاه پوست که اونام کار بکنن. ما آدم هایی مثل فرض کنید دنزل واشنگتن رو داشتیم که فیلماش میتونست روشونه خودش تو گیشه فروش بکنه، کارگردان مثل اسپایکلی بودن که باز میتونستن به راحتی هر پروژه‌ای که میخواستن انجام بدن. ولی خب این فیلم نشون داد که همونطوری که اشاره کردم اساسا میشه یه فیلم رو کاملا هم جلوی دوربین هم پشت دوربین به کادر سیاه پوست ساخت و اگر خود محتوای فیلم جذاب باشه و فیلم خوش ساخت باشه میتونه جوابگو باشه. و باید اشاره کرد به آقای رایان کوگلر که نویسنده و کارگردان این فیلم بود که مقدار زیادی از موفقیت فیلم در واقع مدیون استعداد ایشون بود. فکر می‌کنید اگر که این فیلم به جای سال 2019 چند دهه قبل ساخته شده بود با همین کیفیت همینقدر شانس داشت؟ نه فکر نمی‌کنم این شانس رو داشت، به خاطر همین که موضوعی که اشاره کردم، مشکلی که هالیوود با گیشه داره. ما البته سال هاست که راجع به مسائل سیاه‌پوستا و مسئله درگیری‌های نژادی، تبعیض نژادی فیلم داریم در امریکا، ولی وقتی نگاه می‌کنید به این فیلم‌هایی که در دهه‌های قبل ساخته شدن، از مثلا حس بزن چه کسی برای شام می‌آید آقای استنلی کریمر که در دهه 60 بود، تا به این ور، تا قبل از فیلم‌های مثل همین 5-6 سال اخیر، می‌بینید که مسائل سیاه مطرحه ولی کاراکترهای اصلی همچنان سفید هستن. یعنی ما مسائل سیاه‌ها رو از دید کاراکترهای سفید دنبال می‌کنیم که خب این درست نیست و این باعث می‌شد که خود کاراکترهای سیاه به بک‌گراند رونده بشن و اهمیت داده نشه بهشون. متشکرم جمشید اکرمی، استاد سینما. یادگیری یک زبان خارجی برای خیلی‌ها سخته، مثلا زبان آلمانی. کسانی که در سالهای گذشته به آلمان پناه بردند یا مهاجرت کردند حتما این رو تایید میکنند. حالا یک جوان آلمانی به داد فارسی زبانهایی رسیده که تازه به این کشور سفر کردند. اسم او دومینیکه و بامداد اسماعیلی او رو به شما معرفی میکنه. اسم من دومینیک است، من آلمانی هستم و توی کلن زندگی میکنم. اما چرا این بعضی وقتها سخت میشه؟ چرا بچه ها بعضی وقتها این؟ کمتر ایرانی و افغان تباری هست در آلمان که ویدیوهای دومینیک هایر را در صفحه های مجازی ندیده باشد. یک آلمانی که زبانشان را به فارسی تدریس میکند. ولی جایش با جای وایل مثل هم نیست. دومینیک اینقدر ایرانی شده اینجا باش قرارگاه، چون این منطقه‌ای که پر رستوران ایرانی و کافه و کتاب فروشی ایرانی، الان اینجا اومد با هم بستنی بود. سلام دومینیک. سلام. خوبی؟ چطوری؟ دومینیک هایر 4 سال می شود که فارسی یاد گرفته است. اتفاقی در یک رستوران با یک خانواده ایرانی آشنا شد و از آنجایی که به یادگیری زبان علاقه داشت و چند دوست ایرانی داشت، شروع کرد فارسی یاد بگیرد. من اول خودم یاد گرفتم از طریق اینترنت و کلیپ ها که توی یوتیوب مثلا پیدا کردم. بعدش من خوشبختانه چند دوست اینجا فارسی زبان پیدا کردم و اونا به من واقعا خیلی کمک کردن و اینجوری فکر میکنم که میتونستم فارسی یاد بگیرم. کلمه های مورد علاقت چیه؟ خب فکر میکنم که من خیلی این کلمات رو دوست دارم که به نظرم خیلی موسیقی هستن. مثلا عزیزم، این یک واژه خیلی شیرینه و خیلی دوست دارم از این استفاده بکنم و خیلی ها دوست دارم. مثلا هم خیلی دوست دارم ولش کن، مثلا ولش کن هم خیلی قشنگ به نظرم. دومینیک تقریبا از 2 سال پیش به فارسی زبانانی که به آلمان آمده اند در کانال اینستاگرام خود به صورت رایگان با ضبط ویدیوهای کوتاه آلمانی یاد می‌دهد. او نه تنها در طی این 4 سال فارسی را خوب صحبت می کند، بلکه می تواند فارسی هم بنویسد. از او خواهش کردم اسم بستنی که می خورد را یادداشت کند. دومینیک یک آدم خسته کننده است. دومینیک است این لانگویلر. کانال اینستاگرام دومینیک به اسم لذت آلمانی در طی این 2 سال حدود 85,000 دنبال کننده جمع کرده است. با
او رفتیم به شهر تا کمی بیشتر در این مورد صحبت کنیم. دومینیک، اسم کانالت هست لذت آلمانی. آلمانی مگه لذت داره؟ همه میگن خیلی سخته. آره درسته، اسم صفحه من لذت آلمانی. آخه من میخوام نشون بدهم که از زبان یاد گرفتم هم میتونی لذت ببری. این من از فارسی لذت میبرم و میخوام که بچه ها میتونن از طریق کمکم از زبان آلمانی یاد گرفتن هم لذت ببرن. چطور شد وقت به فکر تأسیس چنین سایتی افتادی در اینستاگرام؟ جان؟ چطور شد به این فکر افتادی که چنین سایتی رو درست کنی در اینستاگرام؟ من دوست من به من گفت دومینیک چرا که نه تو میتونی یک سایت بذاری تو اینستاگرام. و اول من فکر میکردم، یک کم شک داشتم، نمیدونم آیا این خوب میشه یا نه، ولی بعدش من دیدم که این خیلی خوب بود برای بچه ها و بچه ها از این خیلی لذت بردن و این هم به من بیشتر انگیزه داد. شغل اصلی دومینیک یاد دادن زبان است. او در یک انسیتو خصوصی به مهاجرین زبان آلمانی درس میدهد. حالا این جوان 30 ساله آلمانی در کنار ویدیوهای تدریس در کانالش ویدیوهای تفریحی هم به اشتراک میگذارد و مثلا لهجه ها را تقلید میکند. سلام، چی میکنی؟ کجا نی؟ آره توی این کلیپ من فقط به لهجه همدانی حرف میزنم. او حتی چه چه هم یاد میگیرد. یا میرقصد. رقصم بلدی؟ رقصم؟ رقص. رقص یعنی چی؟ یعنی رقص. آه رقصیدن. نه بابا خیلی ضایع بشه، من نمیتونم برقصم. ولی من دیدم. تو دیدی؟ من خیلی تلاش میکنم ولی موفق تا به حال موفق نشدم. فکر میکنم که خون آلمانی من نمیذاره با اینو که نیست. دومینیک هایر حالا قرار است در ماه آینده برای انجمن ایرانی آلمانی دیوان در کلن برای آلمانی هایی که مایل هستند فارسی یاد بگیرند کلاسی تشکیل بدهد. به گفته خودش تا به حال 20 نفر ثبت نام کردند. دومینیک خیلی ممنون از آشنایی، خوشحال شدم و موفق باشی. مرسی، چوکریم، نوکرتم، تا بعد مواظب خودت باش، خداحافظ. بامداد اسماعیلی، کلن، آلمان. ماشاءالله چه استعدادی هم داره، ولی فکرشو میکردین ولشکن به نظر کسی ممکنه زیباترین لغت فارسی باشه. به پایین 60 دقیقه رسیدیم. میتونین برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و یوتیوب تماشا بکنید. مراقب هم باشید.